دومین روز از گرد همایی شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی، اقتصادی، هنری و همینطور دینی با میزبانی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس هم در حال برگزاری است. آینده اروپا، انقلاب صنعتی چهارم و تروریسم از موضوع‌های مورد بحث امروز است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، شماری از رهبران اروپایی و احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه از سخنرانان هستند. همکارم گیتا آریان از این شهر با ماست. گیتا، آخرین جزئیات از دومین روز این مجمع چیه؟ نگار، باید چیزی گفته آقای کری در مورد مذاکرات صلح سوریه که قرار هست در ژنو انجام بشه مطلب روز شده. آقای کری در این ملاقاتی که داشت ازش پرسیده شد که آیا این جلسه که ما هم برگزار خواهد شد، گفت شاید که دو روزی تأخیری بیفته ولی 100% برگزار میشه. بعد از اون وزیر امور خارجه روسیه ادامه صحبت رو که هر حال روسیه و آمریکا هر دو میخوان که حتما برگزار بشه این نشست، اما حالا یک کمی ممکنه در اون تأخیر به وجود بیاد و اینکه تاریخ موقعی تصمیم دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد بود و اینکه الان نماینده ویژه با دو طرف صحبت بکنه، یعنی با مخالفین و هم با دولت تا ببینه که چطور میتونه این رو هر چه زودتر میسر بکنه. و شورای امنیت از آقای دمیستورا خواسته که در واقع دعوتنامه رو صادر بکنه. قرار بوده که از دوشنبه که پیش رو هست این مذاکرات در ژنو برگزار بشه. یکی از مخالفین امروز گفته که نماینده های خودشون رو انتخاب کردن، اما دارن مخالفت میکنن با چیزی که روسیه داره میگه. ظاهرا به گفته اونا روسیه میخواد که یک نفر یا یک گروه دیگه هم حضور داشته باشه. در این حال ظاهرا دستور کار مشخصی وجود نداره و این رئیس گروه مخالفان گفته که ما دستور کار مشخص میخواییم و نه اینکه صرفا تازه بریم اونجا بشینیم ببینیم که چه خواهیم گفت یا چه نخواهیم گفت. جدای از این مسئله، کماکان همونطوری که گفتی این صحبت ها در جریان، این اجلاس در جریان هست و اینکه سوریه باز تو گفته های نخست وزیر ترکیه مطرح بوده و خواسته که روسیه همه کارهای خودشو با ائتلاف بین المللی هماهنگ بکنه.